بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم براتون یه دونه ویدیو بگیرم که موضوعش موضوعیه که هیچ وقت قبلا براش ویدیو نداشتیم و فکر میکنم خیلی هم جذابه، ولی حالا چیزایی که میخوام توی این ویدیو راجبشون حرف بزنم و شاید جسته گریخته این بر اون بر تو اینستاگرام استوری یا حتی ویدیوهای دیگه دیده باشین، ولی همه رو یه جا جمع نکرده بودم که راجبشون حرف بزنم و قشنگ توضیح بدم. این ویدیو موضوعش اینه که چه چیزایی در زندگی من چیزایی هستن که من خیلی ازشون استفاده میکنم، زندگی منو هر کدوم به نوعی بهتر و راحت تر کردن، ولی چیزایی هم که مثلا گرونتر حساب، یعنی جزو چیزای گرون حساب میشن، حالا هر کدوم به نوع خودشون ارزششو ولی دارن. این نکته خیلی مهمه که چیزای گرونی ان ولی ارزششو دارن، حداقل برای من. و مثلا من اگر برگردم به قبل دوباره برای اینا حتما هزینه میکنم، حالا بهتون میگم چرا. اولین چیزی که میخوام راجبش حرف بزنم این دستگاه از بین برنده مو یا همون چیزی که ما عامیانه بهش میگیم لیزر خونگی کنزیه، که با استفاده از اشعه IPL موهای شما رو به صورت دائم کم میکنه و خیلی هاشو از بین میبره. من دورم رو تموم کردم، یعنی جاهایی از بدنم که میخواستم با این لیزر کنم لیزر کردم، دورش تموم شده و از این به بعد دیگه میتونم بگم مثلا ماهی یه دفعه اینا ازش استفاده میکنم، فقط به عنوان یاداوری و مینتین کردن اون دیگه اثری که روی موام گذاشته. اتفاقا الانم خوبه، میدونید چرا؟ چون من الان فعلا برای شما دارم ماهی یه دونه از اینجور ویدیو میگیرم و اولش هم راجعش صحبت میکنم و اینا. الان میتونم چیزش کنم، دوباره چیز ماهم و همین اینجا وقتی که کامل با پوست در تماس نباشه نمیزنه خودش، این به خاطر سیفتیشه. این دستگاه رو شما اول که میگیرین هفته یه دفعه باید ازش استفاده کنین، بعد از حموم روی پوست شیف شده و تمیز و خشک. بعد که 12 هفته این کار کردین دیگه بعد از اون میتونین حالا ماهی یه دفعه استفاده کنین، 2 ماهی یه دفعه استفاده کنین، ببینین دیگه هر چقدر که خودتون اصلا استفاده نکنین، اگر مثلا اون نتیجه که گرفتین دیدین اصلا دیگه احتیاجی نداره. اینو که من استفاده کردم و دورش تموم شد میتونم بگم 60-70% موهای زیر بغل منو کم کرد و اونایی هم که در میاد دیگه اونجوری مثلا به چشم نمیاد که حالا اگه من یه دفعه یادم بره شیف کنم یا حالا هر چیزی، اونجوری و اذیت دیگه نمیکنه، خیلی آدمو راحت میکنه. این دیگه توی خونه در آغوش گرم خانواده، نمیخواد اصلا از اتاقت هم بری بیرون، اینو استفاده میکنی، موات کم میشه و به صورت دائم هم این اتفاق میفته. یه چیزی که چون من راجع به این دستگاه قبلا هم حرف زده بودم سوال خیلی میکنین اینه که مثلا اینم مثل خیلی از دستگاهای دیگه لیزر خونگی شاتاش تموم میشه یا مثلا بعد سریشو عوض کنی فلان اینا، این اینجوری نیست. این دستگاه اگر شما مثلا کامل ازش استفاده کنید، فول بادی استفاده کنید، 10 سال برای شما شات میزنه. به اضافه این که 3 ماه شما وقت دارید، یعنی 90 روز میشه 2 ماه، ببخشید 2 ماه میتونید از این دستگاه استفاده کنید و نتیجهشو ببینید. اگر نتیجهشون چیزی نبود که مد نظر شما هست میتونید پسش بدین. و چیزیه که برای من، برای تجربه شخصی من خیلی چیز خوبی بوده و من برای این دستگاه حتما هزینه میکنم اگر که مثلا دوباره برگردم به عقب. حالا من که برای این دستگاه هزینه نکردم، ولی یعنی اگه پاش بیفته هزینه میکنم و میگیرمش، به خاطر اینکه هم نتیجه‌ای که ازش دیدم خیلی خوب بوده، هم نسبت به اون نتیجه‌ای که ازش دیدم هزینه‌ای باز در مقایسه با مثلا لیزر کردن یا هر دفعه آدم بخواد بره بیرون وکس کنه یا حتی تعداد تیغی که آدم تو زندگیش میخره، به نظر من ارزششو داره. ولی بازم با این حال من براتون کد تخفیفم دارم که اینجا براتون مینویسم، هست صدف 1، روی خریدتون به شما 20% تخفیف میده و توی دیسکریپشن هم مینویسم اینو، هم سایتشون رو میذارم که بتونین راحت برین اگر خواستین بگیرین و استفاده کنین. دستگاه بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم این دستگاه نیو فیسه که اینو من مفصل براش یه دونه هایلایت دارم توی اینستاگرام که اگه خواستین برین اونم نگاه کنین. باز این دستگاه نیو فیس برای کساییه که کانسرن اصلی پوستشون، یعنی نگرانی اصلی پوستشون دیگه چروک و پیری و افتادگی پوسته. حالا من خیلی مثلا افتادگی پوست ندارم، ولی یه جوری این قشنگ به من
نشون داد اثری که روی پوست میذاره رو، که اصلا من کاملا قانع شدم که این کار میکنه و به مامانم هم دادم و روی مثلا پوستی که حالا یکم از من سنش بیشتر هستم امتحان کردیم و دیدیم. و مثلا اگر توی اون استوری اینستاگرام که میگم برین نگاه کنین که میگم هایلایتش هم هست، من یه طرف صورتمو با این کار کردم توی استوری و همونجا میتونین ببینین که یه طرفم قشنگ لیفت شد، اون طرف که هنوز نکرده بودم نشده بود. اینو موقعی که ازش استفاده میکنین همون موقع یه اثر مثلا آنی به شما میده که واقعا به خاطر اون امواج مایکروکورنت که از پوستتون رد میکنه سفت میکنه و کاملا اثرش مشهوده، ولی تو طول مدت هم که استفاده میکنید این همین جوری این اثرات بیلداپ میشه و پوست شما و عضلات پوست شما رو سفت‌تر میکنه. برای همین اینم این که خب دیگه جزء اصلا چیزای گرون حساب میشه، ولی به نظر من ارزشش رو داره. اینم نگاه میکنم اگر تخفیفی چیزی داشته باشن با لینک و همه چی توی دیسکریپشن میذارم که اگه خواستین بگیرین، اگر تخفیف داشتن با تخفیف بگیرین، اگرم نه که به هر حال حالا راجع به هر چیزی حرف بزنم لینکش رو توی دیسکریپشن میذاره. مورد بعدی که میخوام راجع بهش حرف بزنم دیگه اصلا اگه نبود احتمالا شما تعجب میکردین، این لیوان منه که من توش هر روز قهوه میخورم و به مدت نمیدونم چند ساله که من اینو دارم، من هر روز توی این لیوان قهوه خوردم و هی دعا به جون مخترعش کردم. این لیوان اسمش هست امبر ماگ. خب اینو وقتی که شما میخری یه دونه نلبکی باهاش میاد اینطوری که این نلبکیه سیم داره و اینو شما میزنی به برق، این در واقع شارژرشه. خب این چای یا قهوه شما رو گرم نگه میداره و برای کسایی که دوست دارن چای و قهوهشون داغ بمونه ولی طول میدن، دوست ندارن یخ کنه آب زیپو بشه، این عالیه. شما اگر اینو مثلا بذارین روی میز کارتون و همینجوری که دارین قهوه میخورین هر دفعه که میخواین بذارینش زمین، بذارینش روی نلبکیش، کل روز یعنی تا ابد این براتون نوشیدنیتون رو داغ نگه میداره. اگر نخواستین روی این بذارین، مثلا من را میافتین دور خونه اینو میگیرین دستتون این برمر میذارین، فکر میکنم 45 دقیقه تا یه ساعت، ولی فکر میکنم تازه جدیداش مال من اون جنریشن اولشه فکر میکنم. کاش اینو فقط من درست میشستم قبل از اینکه بیارم دوربین. آره جدیداش فکر میکنم تا یه ساعت و نیم دو ساعتم اگر روی نلبکیش نباشم نوشیدنیتون رو داغ نگه میداره. و حالا من مسیجو گرفتم رنگای دیگهش فکر میکنم رنگای مثلا سفید و مشکی و ایناش حتی ارزونترم هست، ولی به هر حال برای لیوان چون خیلی قیمت بالایی داره گفتم که حتما تو این ویدیو راجبش حرف بزنم. ولی به نظر من به خاطر اون لذتی که شما هر روز از قهوه یا حالا چای یا هر چی که میخورین میبرین ارزششو داره. خیلی هم از هر دری سخنیه کلا این ویدیو. حالا من این سری چیزا مثلا آرایشی و اینام داشتم ولی گفتم بذار اونا رو اصلا میتونم کلا یه ویدیوی دیگه بذارم فقط برای چیزای آرایشی، ولی این یه جورایی حالا بیشتر محصولات مراقبت از خود لایف استایل مثلا اونطوریه. بعدی چیزی نیست جز این مسواک برقی که برندش هم هست واتر پیک. حالا من قبلا برندهای دیگه هم استفاده کردم و راستشو بخواین الان یهو یادم افتاد نمیدونم اگه واقعا این جزء کاتگوری گرونا اصلا حساب میشه یا نه، ولی حالا به عنوان یه مسواک برقی حساب کنی که از یه مسواک معمولی قیمتش بیشتره، به نظر من کاملا ارزشش رو داره. و یه چیز رو بهتون بگم شاید ندونین شما، چون من خودم هم همین چند وقته که یاد گرفتم اینو، شما وقتی که دارین با مسواک برقی کار میکنید دیگه نباید اینطور اینطوری کنین. میتونستین که نباید اینطور اینطوری کنین، نباید بکنین اینو، فقط باید نگه دارین با زاویه 45 درجه به لثه‌تون. مثلا اگه بالا رو دارین میکنین اینطوری نگه دارین، دکمهشو بزنین، خب مثلا چه میدونم 10 ثانیه روی هر تیکه نگه دارین و فقط بیارین و اینو فقط باید نگه دارین، این خودش بیز بیز میکنه و دندون شما رو تمیز میکنه. حالا ما هم این بیز بیز میکرد هم ما چیز میکردیم و اینا، ولی این خیلی چیز هم خیلی قدرت زیادی داره که من خیلی دوستش دارم، همین که کلن این با یه دونه دستگاه دیگه میاد دیگه، من اون خیلی دنگ و فنگش زیاد بود نیوردم، که اصلا اون واتر پیکه، یعنی نخ دندونه یا خلال دندونی که با آبه، که یه دستگاهیه که یه دونه مخزن داره که توش آب میریزی و یه دونه هم سری داره که آبو با فشار زیاد میکنه لای دندونتون و دیگه واقعا هر چیزی که اون لالو مونده رو در میاره و دندونه شما سالم و تمیز میمونه.
اینم یه چیز دیگه بود که میخواستم راجبش بگم. یه چیز دیگه که میخوام راجبش حرف بزنم این پیژامه های لیلی سیلکه که جالبه. این کی بود که ویدیو بود؟ شاید نمیدونم یه سال دو سال پیش بود که اسپانسری که از ویدیو یوتیوب شده بودن و خب اینو برام فرستاده بودن و من خیلی هم دوستش داشتم، ولی خیلی برام جالبه که مثلا به خودم افتخار کردم که انقدر کسایی که مثلا حالا اسپانسر ویدیو میشن و سعی میکنن با دقت انتخاب کنن و واقعا چیزی باشه که خودم دوست دارم، الان بعد از دو سال حالا یا یه سال نمیدونم راستش دقیق کی بود، انقدر که زود میگذره که من اینو حالا هی استفاده کردم. اولا که مثل روز اولشه، این یک. دوم من خیلی دوستش دارم، یعنی واقعا هر روزی که من اینو مثلا تو خونه اگر بپوشم، خیلی نمیپوشمش راستش به خاطر اینکه دلم نمیاد، ولی روزایی که اینو میپوشم خیلی حس خوبی دارم. هم یه چیزی که خیلی شیکه برای تو خونه، یعنی مثلا یه لباس تو خونه همینجوری مثلا تیشرت پاره یا پیژامه آبیه نیست، چی رب دوشم آبیه، هم این که خیلی راحته تابستون خنک، زمستون تقریبا گرمه و خیلی سبک و خوشگل و راحت و شکیله و من اینم خیلی پیشنهاد میکنم اگر دنبال ست پیژامه هستید برای تو خونه. و چیزش روبالشیش رو برای اینکه پوستتون چروک نشه، مواتون نشکنه موقع خواب و کلن هی استکا که بین پوست صورتتون با بالشتون کم بشه، از روبالشی سیلک استفاده کنین. آها گفتم اینم اصلا جنسش هم ابریشم خالصه، برای همین خیلی خوبه. مورد بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم یه چیزی که شاید خندتون بگیره، ولی یادتونه چند سال پیش فکر کنم سال 2018 بود که ما رفتیم دبی با علی و یکی از چیزایی که اونجا به ما مثلا توی والای گودی بگی بود چیزی بود به ما کادو دادن، یه دونه از این، یعنی به من دادن یه دونه برس بود که برس مو بود، برندش هم هست بالمان. خب بعد خب این خیلی برند گرونیه و من تازگی ها رفتم، چون میگم از 2018 تا الان به هر حال یه دونه برس همین که خیلی دووم آورده خودش کلیه، رفتم نگاه کنم دیدم چقدر گرونه، ولی با این حال که رفتم نگاه هم کردم این وقتی که دیگه واقعا از هم بپاشه، چون الان واقعا هیچیش نیست، من میرم و دوباره یکی دیگه از اینا میگیرم. نمیتونم براتون توضیح بدم چرا این خیلی برس خوبیه، ولی حالا این البته سایز تراول سایزش هم هست، فول سایزش هم هست، این اصلا عصای دسته، نمیدونم چه جوری بهتون بگم، هم واسه همینجوری شونه کردن مو، نه مو رو میکشه نه مثلا اذیت میکنه نه مو رو میشکونه، مثل خیلی از برسایی که من تا حالا گرون و ارزون استفاده کردم ولی باز ازشون راضی نبودم. و اینکه واسه موقعی که میخواین موهاتون رو اتو کنین یا مثلا استایل کنین، این به خاطر این چیز کوچولوایی که توش داره، وای حالا خیلی نگاه نکنیم مال من خیلی وزی نداره توش، پر پرز شده، این تمام اون مو کوچولوارم میگیره و صاف میکنه، قشنگ همه رو میده با هم که مثلا وقتی میخوای موهاتو اتو کنی یا چیزی، اون مو کوچولوا که اینطوری نشکنه. میدونم که الان میخواین بگین من یه برس تو خونه دارم که عین همینه، بلند و کوتاه داره، ولی منم دارم، اینجوری نیست، نمیدونم چرا نیست ولی اینجوری نیست. خلاصه اینم یکی از چیزایی که بود. بعد یه چیز دیگه که میخوام بهتون بگم که کو آها این اتوی موه، حالا که دیگه داریم راجع به مو حرف میزنیم، این اتوی موه GHDه، اینم من الان چند ساله که دارم ازش استفاده میکنم و بارها توی حالا اینستاگرام بهتون نشون دادم، اینم باز برای اتوی مو جزو کاتگوری گروناه، ولی به نظر من کاملا ارزششو داره به خاطر اینکه من نمیدونم چه جوری میشه، ولی هم خیلی داغه، هم مو رو نمیسوزونه، هم با یه حرکت کارشو انجام میده، هم میتونی باهاش موهاتو فر کنی، هم میتونی موهاتو صاف کنی، هم سایزش خیلی خوبه و کلن یه چیزیه که اینم عصای دسته، یعنی من اگر بخوام موهامو درست کنم حتما از این استفاده میکنم، حالا هر مدلی که بخوام بدم، هر استایلی که بخوام بکنم حتما از این استفاده میکنم و خیلی زود داغ میشه، یک دو تا داغ میشه و کلا خیلی چیز خوبیه، نو هم میمونه، یعنی مثلا قیافش هم حالا نمیدونم اگه براتون مهمه یا نه، ولی اگر نگاه کنی قیافش الان بعد از مثلا هزار سال که من دارم ازش استفاده میکنم و دیگه کشتمش، اصلا انگار نوه، انگار مثلا همین الان رفتی خریدیش. نه بالاخره چیز خوبیه دیگه، آدم وسایلش نو خوشگل بمونه خیلی چیز خوبیه. یه چیز دیگه
اینو بگم. میخواستم یه چیزی دیگه کلن بذارم، یه ویدیو دیگه واسه وسایل خونه. آره میدونی این کارو میکنم. میخواستم راجع به جاروی دایسن هم باهاتون حرف بزنم، ولی اینو میذارم اصلا یه ویدیو دیگه، چون چند تا چیز دیگه هم الان به ذهنم رسید براتون بعدا میگم. ولی این که باید بیارمش، خب برای تولید محتوا، برای حاضر شدن، برای مسافرت، برای وقتایی که نور یه جایی مثلا اونجوری نیست که دلتون میخواد، این عصای دست منه. این یه پایه موبایله که نور داره، خب موبایلتون اینجا قرار میگیره و این حالا قدش که بلند کوتاه میشه هیچی، ایناشو شما میتونید هر جوری که دلتون میخواد تنظیم کنید، اینطوری کنید، اینطوری کنید. مثلا اگه میخواین از یه چیزی بالا از بالا فیلم بگیرین، میتونین اینو اینطوری کنین، اینا رو هم اینطوری کنید. اگر مثلا کارتون یه جوریه که روی صورت مشتری کار میکنید، این خیلی به دردتون میخوره، مثلا چه میدونم موجه میذارین، فیشال میدین یا حالا هر چیزی. اگر آشپزی میکنین فیلم میگیرین، اگر اصلا فیلم نمیگیرین فقط دوست دارین یه جایی تو اتاقتون اینو بذارید که بتونین حاضر شین و بتونین یه چیزی باشه که مثلا با خودتون این برمر ببرین، مسافرت ببرین، آدم هیچ وقت نمیدونه تو هتل نور چه جوریه. و میگم خیلی به درد خیلی عکس اگه میخواین بگیرین همینجوری تو خونه مثلا با دوربین نور خوب ندارین، این یه چیز واقعا همه کار است و اینم باز جزء چیزای گرون حساب میشه، ولی به نظر من کاملا ارزششو داره، مخصوصا اگر جزء دسته کسایی هستین که مثلا کارتون با تولید محتوا یا فیلم گرفتن، عکس گرفتن. اگرم نیست بازم من اینو به همه من اینو پیشنهاد میکنم. همین برند، در واقع همین برند نیست، مثلا اسمشون فرق داره ولی مال یه کمپانیه، از این آینه ها داره. این چیزه اسمش هست، اسم برندش هست گلمکور، لینکاشو هم میذارم براتون. این یکی مارکش هست ریکی لوفز ریکی، یا ریکی لوفز ریکی فکر میکنم، که میگم جفتشون مالی یک کمپانی هست، که این یه آینه ایه که احتمالاً الان آره واسه من شارژ نداره، ولی این هم مثل این فقط یه چیز خب خیلی هم حالا ارزونتره هم کامپکتره، ولی این نور داره روشن میشه، پایه داره میتونی بذاری هم واسه حاضر شدن، هم یه دونه بیبیلک داره که موبایلت میچسبه بهش میتونه از جلو ازت فیلم بگیره، و اینم خیلی چیز خوبیه به نظر من. دیگه فعلا همینا چیزایی که به ذهنم میرسید. بقیه چیزایی که آوردم میگم خیلی دیگه زیادی وسایل خونه است، حالا لیوانه اونقدر نه، ولی برای اونا میتونم یه ویدیو دیگه درست کنم. اگر میخواین توی کامنت ها بگین و بعد مثلا یه دونه دیگه ویدیو اینطوری واسه چیزای بیوتی درست کنم، واسه چیزایی که گرونن ولی ارزش خرید به نظر من دارن. دیگه همین دیگه، مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. برای یادآوری بهتون میگم که از کنزی یه دونه کد تخفیف براتون دارم که هست صدف 1 و روی خریدتون به شما 20% تخفیف میده. دیگه همین، من میرم و شما رو توی یک ویدیو دیگه میبینم. فعلا خدافظ.